سلام دوستان، مونا هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به طلاهای پرسر و صدای هنرمندان می‌پردازیم. پس با ما همراه باشید. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. طلاق سلبریتی ها معمولاً حواشی فراوانی دارد. از دیروز تا امروز، از ایران تا آمریکا. در ادامه این ویدیو از باید بدانیم به این طلاق‌ها اشاره می‌کنیم. ریحانه پارسا و مهدی کوشکی. ریحانه پارسا که به بازی در سریال پدر به اوج شهرت رسید، در اسفند ماه اعلام کرد که با مهدی کوشکی بازیگر تئاتر ازدواج کرده است. تازه عروس و داماد پرحاشیه سینمای ایران که 6 ماه بیشتر از ازدواجشان نمیگذرد، در اقدامی ناگهانی عکسای مشترک خود را از صفحه شخصیشان در اینستاگرام پاک کردند. همین اتفاق سبب شد شایعه جدایی این زوج از یکدیگر بر سر زبانها افتد. بعد از آن بود که ریحانه پارسا با انتشار ویدیوی خبر طلاق خود را رسمی کرد و برای همسر سابقش آرزوی خوشبختی نمود. آزاده نامداری و فرزاد حسنی. آزاده نامداری و فرزاد حسنی که از مجریان مطرح هستند، در تیر ماه سال 92 به عقد یکدیگر درآمدند. این ازدواج دوامی نداشت و حدود 1 سال بعد آنها با حاشیه‌ها و جنجال‌های فراوان در خرداد 93 از یکدیگر جدا شدند. بعد از طلاق آزاده نامداری مدعی شد که فرزاد حسنی او را کتک می‌زده و حتی عکسی با صورت کبود منتشر کرد، اما این ادعا هیچ وقت اثبات نشد. مهدی پاکدل و بهنوش طباطبایی. در اسفند 89 مهدی پاکدل و بهنوش طباطبایی با یکدیگر ازدواج کردند. آنها در زمان زندگی مشترک تصاویر زیادی از خود منتشر کردند، اما در مجموع زندگی کم حاشیه‌ای داشتند. در اواسط 95 و زمان جدایی اما اتفاقات عجیبی افتاد. صفحه اینستاگرام پاکدل هک شد، ولی بعد از آنکه پس گرفته شد دیگر اثری از عکس‌های دو نفره نبود. رامبد جوان و سحر دولتشاهی. رامبد جوان بعد از جدایی از همسر اولش با سحر دولتشاهی بازیگر سینما و تلویزیون ازدواج کرده بود. بعد از 6 سال زندگی مشترک در سال 93 از دولتشاهی جدا شد. او هم اکنون با نگار جواهریان ازدواج کرده است و به تازگی صاحب فرزندی شدند. آزاده صمدی و هومن سیدی. آزاده صمدی و هومن سیدی در سال 85 با یکدیگر ازدواج کردند، اما بعد از 7 سال زندگی مشترک از یکدیگر جدا شدند. هومن سیدی نیز ازدواج مجدد کرده و بچه دار نیز شده است. بهروز وثوقی و گوگوش. بهروز وثوقی در سال 1354 با گوگوش ازدواج کرد که بسیار پرسر و صدا شد، اما ازدواج آنها دوام چندانی نداشت و از هم جدا شدند. ابوالفضل پورعرب و آناهیتا نعمتی. ابوالفضل پورعرب و آنا نعمتی هر دو بازیگر سینما هستند. زمانی که این دو با هم ازدواج کرده بودند، پورعرب بازیگر معروفی بود، ولی نعمتی تازه اول راه بازیگری بود. حاصل ازدواج آنها یک دختر به اسم رایکا است. سارا خوینی ها و چنگیز وثوقی، یوسف مرادیان. سارا خوینی ها همسر سابق چنگیز وثوقی است. زندگی مشترک وی با چنگیز وثوقی کمتر از 2 سال به طول انجامید و منجر به جدایی شد. سارا خوینی ها با یوسف مرادیان ازدواج کرد و این وصلت هم به جدایی انجامید. بابک ریاحی و مهتاب کرامتی. بابک ریاحی پور یکی از معروفترین نوازنده های ایرانی با ساز تخصصی گیتار باس است. با مهتاب کرامتی ازدواج کرد که متاسفانه این ازدواج دوام چندانی نداشت. ناصر هاشمی و سیما تیرانداز. ناصر هاشمی با سیما تیرانداز در سال 74 با یکدیگر ازدواج کردند و این ازدواج به جدایی ختم شد. بهروز بقایی و پرستو گلستانی. پرستو گلستانی با بهروز بقایی ازدواج کرده بود، اما سرانجام این وصلت با وجود پسری به نام بهرنگ به جدایی ختم شد. نیما بانکی و لیلی رشیدی. نیما بانکی در گذشته با لیلی رشیدی بازیگر ازدواج کرده و صاحب یک پسر به نام سینا بانکی شده است. این ازدواج دوام نیاورده و این زوج هنری از هم جدا شدند. مینا لاپانی و امین زندگانی. امین زندگانی و مینا لاپانی در سال 1376 در سریال زن شرقی با یکدیگر آشنا شدند و ازدواج کردند، اما مدتی بعد طلاق گرفتند. عاطفه رضوی و مهرداد شکرابی.
ازدواج اول و همسر اول عاطفه رضوی مهرداد شکرابی بوده است که به دلایلی بعد از مدتی از هم طلاق گرفتند. وی بعد از آن با حسین پاکدل نویسنده و کارگردان ازدواج کرده است. خسرو شکیبایی و تانیا جوهری. تانیا جوهری در سال 1348 با خسرو شکیبایی ازدواج کرد که ثمره این زندگی تنها یک دختر به نام پوپک شد. اما این رابطه در نهایت سال 1358 بعد از 10 سال به طلاق ختم شد. شقایق دهخان و مهراب قاسمخانی. مهراب قاسمخانی دو بار ازدواج کرد. از حاصل ازدواج اولش یک دختر به نام نیروانا بود. پس از جدایی از همسر اولش وی برای بار دوم با شقایق دهخان ازدواج کرد. حاصل این ازدواج پسری به نام نویان بود. اما این ازدواج هم به جدایی ختم شد. سوسن تسلیمی و داریوش فرهنگ. داریوش فرهنگ در اولین ازدواج خود با سوسن تسلیمی بازیگر ناماشنا ازدواج کرد و صاحب فرزند دختری به نام توکا فرهنگ شد. اما وی در سال 1366 مجبور شد از وی جدا شود. علی دهکردی و آفرین چیتساز. علی دهکردی در سال 1368 با آفرین چیتساز ازدواج کرد، اما این زندگی در همان سال به طلاق ختم شد. کوروش تهامی و شبنم طلویی. کوروش تهامی با شبنم طلویی ازدواج کرد و این ازدواج به جدایی ختم شد. محمد رضا شریفی‌نیا و آزیتا حاجیان. این دو بازیگر بعد از سالها زندگی مشترک از یکدیگر جدا شدند. ملیکا و مهراب شریفی‌نیا فرزندان آنها هستند. نگار عابدی و هدایت هاشمی. این دو بازیگر که مسیر بازیگریشان را از تئاتر آغاز کرده بودند، ازدواجشان چندان در رسانه‌ها انعکاس نیافت. اما بعد از مدتی که هر دو به تلویزیون و سینما ورود کردند و مردم آنها را شناختند، از هم جدا شدند. بهار رهنما و پیمان قاسمخانی. بهار رهنما و قاسمخانی در سال 73 ازدواج کردند که ثمره آنها یک دختر به نام پریا است. اما در سال 94 بعد از 22 سال زندگی مشترک از هم جدا شدند. مهدی هاشمی و گلاب آدینه. مهدی هاشمی جزو پر افتخارترین بازیگران مرد سینمای ایران است. او حدود 40 سال پیش با گلاب آدینه که کلکسیونی از افتخارات بازیگری را در کارنامه دارد ازدواج کرد. آنها یک دختر به نام نورا دارند. پس از آنکه مهنوش صادقی بازیگر کمتر شناخته شده تئاتر در ویدیویی ادعا کرد مدت هاست همسر مهدی هاشمی است، مهدی هاشمی با انتشار ویدیویی ادعای صادقی را تایید کرد. امین حیایی و مونا بانکیپور. امین حیایی بازیگر محبوب کشورمان با مونا بانکیپور ازدواج کرده است که حاصل این ازدواج دارا حیایی است که همکنون راه پدر را دنبال می کند. امین حیایی بعد از جدایی با نیلوفر خوشخلق ازدواج کرده است. همراهان عزیز، مرسی که تا پایان این ویدیو با باید بدانیم همراه بودین. لطفاً نظرات خودتون رو درباره این ویدیو از طریق کامنت با ما و دیگر همراهانمون به اشتراک بذارید. تا برنامه بعدی، خدا یار و نگهدارتون.